سلام و درود دارم به شما همه هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا. خوشحالم که در خدمتتون هستم. دیروز روز عاشورا بود. قبلش تاسوعا و بعدش باید در انتظار اربعین بود. احترام فوق‌العاده دارم مثل همیشه برای همه کسانی که هر نوع اعتقادی رو دارن و برای اون پافشاری میکنن. اینی که میگم هر نوع اعتقاد به این دلیله که افراد بشر اگر بدون اعتقاد باشند ادامه زندگی مشکل خواهد بود. ولی هر نوع اعتقادی قابل ارزشه. ولی هر نوع اعتقادی نیاز به این داره که به هر حال فکر و عقل و خرد هم باهاش همراه باشه. دیروز که روز عاشورا بود من رو به این فکر فرو برد که 1338 سال از زمان عاشورای اون زمان میگذره. البته این رو بهش توجه داشته باشیم. اون زمانی که اعلام شده سال 61 هجری، اون روزهایی که گفته میشه که به هر حال علی اکبر و علی اصغر و اینها تشنه لبان بودند، اون صحنه کربلا، همه اینها برای کسانی که معتقدانش هستند با ارزشه. ولی یک سوال هم مطرحه که اون سال چجوری در کدوم تاریخ مدون وجود داره؟ اون صحنه عاشورا چجوری وجود داره؟ کی فیلم برداری کرده؟ کی لحظه نگاری کرده؟ کی تصویر برداری کرده؟ شکسپیر میگه که شیطان یا همون روحانی امروز برای این که بتونه هدفهاش رو به مردم غالب بکنه برای هر هدفش 1000 آیه از انجیل میاره. و اون چیه؟ و اون اسمش خرافات. آدم میتونه اعتقاد داشته باشه ولی یک واقعیت‌های رو ناگزیر باید بهش بپردازه. ببینید مرز خرافات با واقعیت چیه؟ من فکر می‌کنم که اگر که یه خورده نیازی به هوش خیلی بالا و شکافتن اتم نیست، یه خورده بیشتر به قضیه دقت بکنیم می‌بینیم که هر زمانی که انسان‌ها به خرافات پناه می‌برند دلایل خاص خودشون رو دارن. در قرون وسطای اروپا به همین شکل بود، یعنی وقتی که به جادوگرا پناه می آوردن زمانی بود که انسانها در یک استیصالی به سر می برن، در یک وضعیت مشکل روانی به سر می برن، در یک وضعیت بد اقتصادی به سر می برن، در یک آسیب و آشفتگی اجتماعی به سر می برن. اون زمان به خرافات پناه میبرن. اون زمان میرن سراغ این که ممکنه یک دستی وجود داشته باشه اون به کمکشون برسه. امام حسین در اینجا دقیقا همین معنی رو میده. امام رضا همین معنی رو میده. شهیدان، سرور شهیدان، همه اینها به جای خودش محفوظ. ولی واقعیت ها کجاست؟ اون زمانی که مردم خاک تو صورت و گل به صورت خودشون و سرشون میمالن، اون زمانی که خنجر رو، شمشیر رو روی سر بچه یکی دو ساله میزنن و خون ازش بیرون میاد به یاد علی اکبر و علی اصغر، اون زمانی که شما میرید به صحن امام رضا، اونجا طلب درمان بیماری خودتون یا نزدیکانتون رو میکنین، همون زمان
دقیقا همون زمان رو من میگم. آیا اون زمانی که شما با اون مشکلات بیشمارتون راهی امام رضا میشید یا حضرت معصومه میشید یا به 13600 امامزاده دیگه متوسل میشید، با مشکلاتی این کارو میکنید، به اونجا میرسید، اونجا مواجه میشید با اینی که سه پر از آدمه، همه برای گرفتن حاجت خودشون اومدن، برای اینکه بیماریشون نجات پیدا بکنه یا بیماری نزدیکانشون نجات پیدا بکنه. همین الان چرا راه دور میریم؟ یک عده‌ای میرن به این امامان متوسل میشن برای اینکه بتونن که از کرونا نجات پیدا بکنن. همون زمان شما وقتی نگاه بکنید، این کسانی که مسئولان کشور هستند، از آقای خامنه ای که مدت هاست در پناهگاه زندگی میکنه تا اونهایی که بیمارستان رو به داخل خونه خودشون میارن، تا اونهایی که پشت میکروفون و دوربین حرف میزنن ولی جرأت حضور در بین مردم رو ندارن، اینها کیا هستن؟ اینهایی که مریض میشن، این مسئولان حکومتی چرا نمیرن به صحنه امام رضا؟ چرا میرن به آلمان؟ چرا میرن به انگلیس؟ اینا کیان؟ شما کیا هستید؟ شمایی که گل میمالید رو سر و صورت خودتون، خودتون رو تو یک لجن غرق میکنید، هیچ کدوم شما در کانادا و امریکا و دیگر کشورهای اروپایی حساب بانکی دارید؟ حساباتون به شکلیه که دیگه خودتون از دستتون خارج شده که چقدره؟ شماها بچه هاتون اونجاها اون زندگی ها رو دارن، حقشون رو من اصلا نمیگم باشه یا نه، به اضافت ارزشی من نمی کنم. من میخوام بگم که مرز خرافات کجاست؟ مرز اینی که شما با واقعیت سرکار داشته باشید کجاست؟ اونجا مسئله به وجود میاد. اونجاست که شما گلس به صورت خودتون میمارید، سر بچه 2 ساله خودتون رو با شمشیر میزنید که خون بیاد. همونجا دقیقا بزرگترین پزشکان متخصص دنیا به دیدار آدمهایی میان که مسئولین حکومت هستن. شما که نذر میکنید با پای پیاده به مشهد برید و یا هر جای دیگه، ببینید که با هواپیمای اختصاصی به آلمان و نمیدونم انگلیس و جاهای دیگه میرن برای اینکه حداقل های بیماری خودشون رو نکنه به دست پزشکان ایرانی بدن. اینی که برن به صحنه امام رضا دعا بکنن که خوب بشن به کنار، هیچ کدومشون این کارا رو نمیکنن. ولتر، این فیلسوف فرانسوی، یه حرفی داره، میگه که این روحانیون برای این که به امور معنوی شما برسن، مسئله اصلی مسائل مادی خودشونه. یعنی به اون سر و سامان میدن، شما رو چیکار میکنن؟ شما رو میگن برین به صحنه امام رضا. به شما میگن چی؟ میگن که اگر که به شهدای امام حسین رو نمیدونم، بچه هاشون رو نمیدونم، نزدیکانشون نرسید، گناه کردید، به جهنم میرید. شما باید به اونها برسید و زنده بمونه اسلام. ولی خودشون کجا میرن؟ خودشون و بچه هاشون کجا میرن؟ اگه شما با پای پیاده میرید، اونا تو ماشینای میلیاردی میشینن. اونا چی کار میکنن؟ شما چی کار میکنید؟ امروز، همین امروز، امام حسین کیه؟ شمر کیه؟ اون پدری که سر دختر 9 سالش و رومیناد اشرفی رو میبره، اون شمره یا اون شمری که شما نمیدونید کیه؟ اون بچه هایی که امروز تو سطح آشغال و زباله هستن،
اون تو دنبال روزیشون میگردن، اونها که اون علی اصغر و علی اکبر نیستن، اون زنایی که سرپرست خانواده هستن، اونایی که مجبورن به فحشا کشیده بشن، اون جوانهای بیکاری که به هر حال همه راه رو میرند برای اینکه بتونن حداقل‌های زندگیشون رو فراهم بکنن، همونهایی که شما ازشون پولهای آنچنانی گرفتید که بهشون دانشنامه بدید، بهشون مدرک لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و مهندسی بدید، امروز بیکارن، امروز به اعتیاد پناه بردن. امروز همونها، ببینید، به دنبال علی اصغر و علی اکبر بین همون بچه ها بگردید، بین همونهایی که میخوان آینده این کشور رو بسازن، به دنبال اون بگردیم، به دنبال شمر بگردیم، به دنبال شمری که سر بچهشو میبره، یا به دنبال شمر بزرگتری که 1 میلیون، بیشتر از 1 میلیون جوانای ایران رو توی این 40 ساله به خاک و خون کشیده. به دنبال اون شمری بگردید که 3 تا برادر رو میگیره با همدیگه، یکی رو به اعدام، یکی رو به حبس نمیدارم 30 و چند ساله، یکی رو 25 ساله محکوم میکنه به خاطر موندگاری خودش. به دنبال اون بگردیم. شمر کجاست؟ بحث خرافات همینجاست دقیقا. خرافات اونجایی ظهور و بروز داره که آدم کمتر فکر میکنه، بیشتر به دلیل استیصالش میخواد که دست به دامان اون آدمی بشه که وجود نداره. اونجاست که مسئله به وجود میاد، نه اینکه بگیم در ایران فقط، در قرون وسطای اروپا هم بود، ولی امروز ما در قرن 21 هستیم. امروز جایی که ما زندگی میکنیم، ناگزیریم فکر بکنیم، ناگزیریم فکر بکنیم به این که این میلیارد تریلیون دلار هایی که توی این 40 ساله به دست آمده، چرا مردم در این وضعیت بدبختی به سر میبرن؟ چرا یه عده‌ای هستن که توی خارج از کشور در بهشت زندگی میکنن، یه عده بیشماری از مردم ایران هستن که اونها در جهنم واقعی زندگی میکنن، در انتظار ماهی 45,000 تومان، یعنی 2 یورو هستن. بهشت واقعی کجاست؟ جهنم واقعی کجاست؟ این شرایط امروزه. البته میتونیم به دنبال در انتظار اربعین باشیم، حتماً، ولی میتونیم یک کمی هم فکر بکنیم ببینیم کجا هستیم. باور من بر اینه که ما میتونیم، ما باید بتونیم با یک همبستگی با همدیگه، با یک برنامه مدون و منسجم، آینده کشورمون رو، آینده بچه هامون رو بسازیم. من باور دارم، مطمئن باشید میتونیم. سپاسگزارم. Thank you.